یکی از سوالات پرتکرار والدین اینه که کودک من چقدر میتونه تلویزیون ببینه یا چقدر میتونم بهش گوشی موبایل بدم که باهاش بازی بکنه. این یکی از دغدغه والدین هستش، به خصوص اونایی که بچه های زیر 2 سال یا 2 ساله دارن. اینها باعث میشه که یک مقدار شک و تردید ایجاد بشه که آیا من میتونم بهش اجازه بدم که تلویزیون ببینه و اگر میتونم چقدر در روز این اجازه رو دارم. بعضی ها میگن زیاد اگر جلوی تلویزیون بشینه مبتلا به علائم مثل اوتیسم میشه. امروز میخوام در این ویدیو تمام نگرانی ها و دغدغه هایی که در مورد تماشای تلویزیون هستش رو توضیح بدم. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشین که نکات جالبی رو میگم که برای همیشه تکلیف این مسئله روشن میشه. سلام، من مهدیه هستم. خوش اومدین به کانالم. اگر تازه وارد کانال من شدین میتونین دکمه سابسکرایب به پایین رو بزنین که وارد کانال من بشین و بتونین از تمام ویدیوهای من استفاده بکنین. امروز میخوام راجع به اینکه تماشای تلویزیون چه تأثیری میتونه داشته باشه روی بچه‌ها صحبت بکنم. طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، تماشای تلویزیون برای بچه های زیر 2 سال به هیچ عنوان توصیه نمیشه و برای بچه هایی هم که 2 سال دارن حداکثر 1 ساعت در روز مجاز هستن از تلویزیون استفاده بکنن. حالا چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ تماشای زیاد تلویزیون در کودکان باعث میشه که اختلال بیش فعالی ایجاد بشه و عدم تمرکز روی کارهایی که انجام میدن، که این مخصوصا در سن 7 سالگی وقتی بچه ها مدرسه میرن خودش رو نشون میده. به چه صورت؟ به صورت اینکه کوچکتر صدایی که باشه حواسشون رو پرت میکنه، یا کارهایی که انجام میدن نیمه کاره رها میکنن و حرف اطرافیانشون زیاد توجه نمیکنن، تمرکز و دقتشون روی کاری که دارن انجام میدن کم میشه، حواس پرت هستن، وسایلشون رو زیاد گم میکنن و در انجام دادن تکالیفشون کوتاهی میکنن. چون تماشای تلویزیون به خاطر اون تصاویر سریعی که داره باعث میشه که در واقع مغز کودکان تحت تاثیر قرار میگیره و در آینده اون تمرکز و توجهی که لازم داره روی کارهاشون داشته باشن کم میشه. در واقع تماشای تلویزیون به یک نحوی اون ارتباط سلولهای مغزی رو هم کم میکنه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون تماشای تلویزیون یک جور تصویر دو بعدی و تخت رو به کودک نشون میده، در صورتی که در دنیای واقعی کودک همه تصاویر به صورت 3 بعدی هستن. وقتی کودک زیاد در معرض صفحات دیجیتالی و تلویزیون قرار میگیره، در واقع ارتباط بین سلولهای مغزیش کم میشه و تحقیقات زیادی هم در این زمینه انجام شده و این مسئله رو ثابت کردن. حالا بعضی از تحقیقات حتی میگن که زیر 3 سال بهتره اصلا تلویزیون ممنوع بشه، ولی اکثر تحقیقات زیر 2 سال رو ممنوع کردن و بالای 2 سال هم حداکثر 1 ساعت در روز مجاز هستن که در واقع تلویزیون رو تماشا بکنن. نتایج یک سری از تحقیقات نشون داده که کودکان زیر 3 سال که تلویزیون تماشا میکنن علائم شبیه اوتیسم رو از خودشون نشون میدن. این به این دلیل نیستش که نشونه این نیستش که تماشای تلویزیون باعث بروز اوتیسم میشه، بلکه میتونه در واقع نشونه این باشه که تماشای تلویزیون علائمی مثل اوتیسم رو بیشتر نشون میده. بنابراین طبق تحقیقاتی که انجام شده، بهتره تا 3 سال اول زندگی کودک تماشای تلویزیون محدود بشه، یعنی به هیچ عنوان در اختیار کودک قرار نگیره، و بعد از 3 سالگی در واقع با اون تایم محدود میتونیم اجازه بدیم که به کودک تماشای تلویزیون رو و برنامه‌های مورد علاقه‌اش رو داشته باشه. چون تلویزیون در عمل کاری برای کودک انجام نمیده و تحقیقات که بررسی شده نشون داده کودکانی که زیاد مقابل تلویزیون قرار میگیرن رشد روانیشون کنتر هستش و در آینده هم از لحاظ روانی مشکلات بیشتری خواهند داشت. یک تحقیقی هم در سال 2004 انجام شده نشون داده مغز کودکانی که بیشتر تلویزیون میبینن با کودکانی که نمیبینن متفاوت بوده، به این صورت که سلول های خاکستری کودکانی که تلویزیون میدیدن بیشتر بوده و این بر رشد و ساختار طبیعی مغز اثر گذاشته و در واقع اون بهره کلامی کودکان رو مختل میکنه این مسئله.
در مجموع چیزی که به نظر میاد اینه که کودکی که مقابل تلویزیون قرار میگیره، چون تلاشی نمیکنه، جستجو نمیکنه که اطرافش رو بیشتر بشناسه، بنابراین اون رشد روانی و میزان خلاقیت و تحرکش کم میشه و همه اینها میتونه اثر بذاره روی مشکلات روانی که در آینده ایجاد میشه و عدم توجه و دقت کافی در انجام کارها و همچنین باعث چاقی میشه، چون بی تحرک هستن و همش مقابل تلویزیون قرار میگیرن. بعضی از مامانا میان برای اینکه کودکشون بهتر غذا بخوره جلوی تلویزیون بهش غذا میدن که این مسئله خیلی آسیب زننده است و مشکلاتی مثل پرخوری و چاقی رو در آینده میتونه برای کودک ایجاد بکنه، یعنی هم مشکلات مشکلات تغذیه‌ای براش ایجاد میشه و هم اثرات زیانبار تلویزیون روی کودک ایجاد میشه. اگر بخوایم به صورت کلی بگیم زیر 2 سال ممنوع و بالای 2 سال میتونیم اجازه بدیم 1 ساعت در روز از تلویزیون استفاده بکنن، هرچند بعضی از تحقیقات میگن که زیر 3 سال بهتر استفاده نشه. حالا در مورد استفاده کودکان از موبایل گفته شده موبایل یا صفحات دیجیتالی مثل موبایل یا بازی‌های کامپیوتری بهتره که تا 6 سالگی به کودکان اجازه داده نشه که با موبایل بازی بکنن. حالا چه مشکل میتونه ایجاد بکنم؟ 3 تا دلیل وجود داره که استفاده از موبایل برای کودکان منع شده. یکی به این دلیل هستش که وقتی کودکان با موبایل با عادت بکنن که بازی بکنن، اعتیاد پیدا میکنن به بازی‌های کامپیوتری و مشکلاتی مثل منزوی شدن رو در بر خواهد داشت. دومیش اینه که هنوز اثرات امواج موبایل روی مغز به خوبی مشخص نشده و هنوز مسئله جای کار داره و باید راجبش تحقیق بیشتری در واقع انجام بشه. و مسئله بعدی هم اینه که کودک وقتی در تعامل با دنیای واقعی و دیگران قرار بگیره رشد کافی رو پیدا میکنه. وقتی بشینه و خیره بشه به صفحات دیجیتالی و در واقع موبایل، باعث میشه که اون رشدی که باید به دست بیاره رو کسب نکنه و از رشد سالم عقب بمونه. در مورد تأثیرات موبایل، تأثیرات تلویزیون روی کودکان بالای 3 سال بعدن توی یک ویدیوی جدا راجع به صحبت میکنم. امیدوارم این نکاتی که گفتم حتما رعایت بکنی که کودکان سالمی داشته باشیم که وقتی هم رفتن مدرسه توجه و دقت کافی روی تکالیفشون داشته باشن، کودکانی باشن که پرخاشگری کم تری دارن و زندگی سالم تری داشته باشن. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.